تمامی شما و خیر به برنامه آغاز روز از آینه تلویزیون آریانا نیوز خوش آمدین. در برنامه امروز هم موضوع خشونت علیه زنان و افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان را بحث خواهیم کرد و خانم شهلا حدید با ما همراه خواهند بود. قسمی که شما هم در گزارش ها و خبرهای چندین روز در این هفته تماشا کردین که خشونت علیه زنان در افغانستان به خصوص در شمال و همچنان در غرب که هرات هست افزایش پیدا کرده و سازمان ملل در گزارشی که به بخش جهانی کمیته ارائه کردن گفتند که 22% خشونت در افغانستان افزایش یافته است. اما مهم اینجاست که دلیل این خشونت ها چی هست و چرا افغانستان با این همه پولی که مصرف شد، با این همه زحماتی که کشیده شد، هنوز هم در بخش زنان با خشونت روبرو هست و این خشونت روز به روز افزایش پیدا میکنه. در اوایل که همیشه از خشونت حرف زده میشد، دلایل چون بیسوادی مردم و سطح پایان آگاهی مردم از حقوق بشر و از حقوق بشری همیشه مطرح میشد به عنوان یکی از دلایلی که منبع و اساس خشونت در افغانستان بود. اما حالا سطح علمی تمام شهروندان افغانستان هم بالاتر از روزهای قبل است. باز هم دلیل افزایش خیلی سوالبار است که چرا با بانوان و خانمان در افغانستان هنوز هم خشونت وجود داره و بخصوص در نقاط شمال که در این روزها ما شاهد قضایای زیاد از خشونت هستیم. میخوایم دنبال بکنیم و بپرسیم که چیزها باعث شدن و چیزهای واقعا برمیگرده به خود خانما که در این افزایش خشونت نقش داشتن و یایی که در بخش مردان همیشه خشونت ها از طرف مردان گفتش نشده. قسمی که وزارت زنای افغانستان هم گفتن که خشونت از خود زنان هم بوده و از طرف خود زنان هم عامل خشونت شدن در افغانستان. اما حالا با ما خانم شهلا حدید آمر بخش امور زنان در بلخ همراه هستند. سلام بر شما خانم شهلا و با عنوان نخستین سوال میخواییم از شما بپرسیم که شما دلیل افزایش خشونت ها علیه زنان را در چی میبینین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمام بینندگانی که ما همین موضع هستیم که تلویزیون همین روز تماشا میکنم. صبح خوش برای همه تمنا دارم. به جواب سوال شما بپردازم که بازم کلمه تکان دهنده خشونت مورد سوال قرار گرفته. خشونت ها را قسمی که در هین اواخر از طریق رسانه ها و هر جایی که میشنویم دو آمار بلند رفته و خشونت ها بیشتر شده. ما به دلیل هزی همی گفته ها را رد می کنم که آمار خشونت ها بلند نرفته، بلکه رسیدگی به خشونت ها صورت گرفته. چون در سابق فعالیت که فیران رسانه ها داره، کمیسیون مستقل و همچنان وزارت امور زنان و ریاست ها به این اندازه فعال در راستای رسیدگی به خشونت ها نبوده که آقای فیران خشونت به خشونت ها رسیدگی میشه و آنها کلگیش ثبت راجستر ایوان های بازپس میشه. فکر میکنم به این دلیل آمار خشونت ها بلند رفته و همچنان همین که تمام مردم میبینیم که همه روزه قسمی میباشن که خشونت ها در فامیل ها یکی ما فعلا دلیل اینده که در بلندتن خشونت ها شما حضر میپسیم هی هسته که این فقر و تنگسی در مجموع بیکاری مردم هست. خود بیکاری باعث بایدگانوان خشونت ها میشه که این ویروس بزرگ در افغانستان تقریبا یک سال است. شما میبینید که مردم بیشتر در بیکاری قرار دارن که خود از خشونت ها زمانی که اگر مردها به خانه میاید خانمش از او میپرسد که این روز چی ها وسایل برای خانه آوردن به خاطر معیشت زندگی، چون در دست خالی میبینید به خانه این خودش دلیل خشونت ها بیشتر میسازد بلند میبره. و همچنین از این برای ما بهتون بازم تکرار میکنم که کارهایی که فعلا نظر به گرفتن ورکشاپ ها و سمینارها و تمرین هایی که در راستای خانم ها از طریق وزارت کمیسیون مستقل و همچنین ریاست های ولایت صورت میگیره، این فرق قرار تاثیر گذار است و تاثیر خود میگذاره و قسمی شده که مردم توانسته که به ارگان بازپرس حالا برسنه به این دلیل آمار خشونت ها بلند رفته. خیلی خوب خانم حدید، در نوعیت خشونت ها چی تغییراتی ایجاد شده؟ همیشه از آمار بلند صحبت میشه، اما نوعیت خشونت ها تغییرات خودش داشته. شما چیگونه ارزیابی کردین تا حال؟ در تشکر حسابی شما قسم که من بر شما یک آمار احصایی دقیق در بکنم که در مدت
از قوس سال گذشته تا قوس این سال در حدود 281 قضیه ما ثبت داریم در ریاست جمهور دولت. این آمار است که بیشتر رسیدگی شده و همچنان بیشتر خشونت های فامیلی می باشد، خشونت های فامیلی بوده و آمار بعض طلاق ها می باشد بیشتر. به این دلیل آمار خشونت هایی که ما داریم تا فضل خدا از زندگی که کردیم هزمایی بوده که ما مایداری که باشیم در جدایش قرار داریم که در ماه های گذشته آمار خشونت ها بیشتر که ما اگر تک تک ماه های برای شما چی کنیم فکر کنم اگر سلی برنامه بیشتر است در ماه برنامه ما 22 قضیه داریم که نسبت به ماه های گذشته این کمتر میده. خیلی خوب. خوب خانم حدید، میشه در مورد این بگین که بیکاری زنان و شغل نداشتن زنان چقدر میتونه دلیلی شود که خشونت علیه اونا افزایش پیدا بکنه و همی که منبع اقتصادی یک مرد در خانواده میباشم میتونه چی نقشایی روی خشونت علیه زنان داشته باشم؟ تشکر از شما. قسم که بیشتر بر تن حس کردن بیشتر خشونت ها از طرف مرد ها صورت میگیرد، یعنی در فیصدی بسیار کم اگر میگوید که خشونت از جانب زن ها صورت میگیرد. اگر ما ده قضیه داشته باشیم، نه قضیه از خشونت های است که مرد ها بالای خانم ها خشونت میکنند. این هم ما این دلیل رو گفتن میکنیم که خود بیکاری اکثر خشونت ها در فامیل ها بار میده و تا زمینی خوب کاریابی اگر ما بکنیم که برای خانم ها خود کفا بسازیم، از فکر میکنم که خشونت ها کمتر خواهد شد. این که هر خانم خودش بتونه دستمزد داشته باشه که در این راستا کارهای بیشتر کنیم. ریاست جمهور زنان فضل خدا ما به تعداد زیادی خانم هایی داریم که در پروژه هایی که بالایشان کار کردیم از طریق دفاتر همکار به تعداد زیادی خانم ها خود کفا شدند و معاینه میکنیم که دلیل به خاطر مهر خانه به خاطر کاهش خشونت ها گفته میکنیم در فامیل ها. خیلی خوب. خوب خانم حدید، مسئله دیگه که مطرح هست مسئولیت زنان در دفاتر است و حالا گفته میشه نظر به گزارش ها که خشونت از خانه ها و بیشتر به دفاتر هم انتقال پیدا کرده و سرایت خشونت ها در دفاتر هنوز هم مشکل ساز از بر بانوان که کار میکنند. شما چقدر شاهد از این موضوع بودین در دفاتر و چقدر خشونت علیه زنان کارگر وجود داره؟ خشونت هایی که شما در مورد خشونت های دفاتر پرسیدین، فکر نکنیم که با اون اندازه که شاید که در بیرون است در دفاتر خشونت ها وجود داشته باشد، و خصوص ولایت بلخ هم میگیم چون یک نکته قوی که در ولایت بلخ وجود داره فضل خدا هزمیدار همیت و خشونت هایی که در بلخ در دفاتر باشه و حلال خانم ها فکر کنیم بسیار کم باشه و یا هیچی نباشه. در بلخ اطلاع چیزی ما دیده نمیتونیم در دفاتر، چون در مجموع گفتیم بطن که موضوع بیکاری هست که زمینه کاریابی برای تمام مردم در سطح افغانستان کمتر شده. یکی سالانه مکاتب و دانشگاه ها به تعداد زیاد نامخالف فارغین داریم و زمینه چون یک کشور هست که جنگ زده تا 30 سال جنگ، زمینه کاریابی کمتر است برای مردم و این خودش هم یک خشونت از حلای همه. خب خانم حدید، میخوایم بپرسیم که اکثر خشونت ها قسمی که شما هم شاهد هستین از طرف افراد قدرتمند صورت میگیره، حالا در بخش پیگیری خشونت ها چقدر مشکلات وجود داره و چقدر واقعا دولت افغانستان و حکومت افغانستان در بخش پیگیری این خشونت ها به شکل شفاف و عادلانه کار میکنن؟ تشکر. واقعا شما شاهد اینکه زورمندان همیش در افغانستان در طول تاریخ افغانستان زورمندان همه خواستههای خود بالای مردم طبقه پایینتر، یعنی خواستههای خود مطلب ساختن یا خودهای خود قبول آندن. این ما امکان نمی کنم بیره در بلخ روز قبل شاید یک تو بگو که بنام شلمانو که او را افریق رسانه ها گفتن که زور تاسک زورمنده نمی شد که او را دولت دستگیر کنه و یا به پنجه قانون حاملی بشه بسپاره. قسمی که آمینی رو به پنجه قانون سپرده شد، آمینیش سپرده شد به پنجه قانون و فیلان دختر هم در خانه همین می باشد. امین نظر به کارکت ها و عملی که در این مملکت صورت میگیره شاید بیرونیش بیشتر میباشد.
این خودش ناشی از نارسی و یک سلسله صورت روی یک سلسله شایعات بیشتر در هر راستا مردم می داشته باشه و بعض روی رقبه ها در ولایت می باشه و این دلائل می باشه که بیشتر شایعات در هر جا می باشه و خصومت ها و دلائل مدیریت های ولایت می باشه. خب در 13 سالی که گذشت ما بر علاوه خشونت مرد علیه زن شاهد خشونت زن علیه زن هم بودیم. چقدر از قضايا برمیگرده به یک زنی که خشونت میکنه علیه زن دیگر و چی فکر میکنین آیا دلیل خود خشونت ها میتونه زن ها باشه یا خیر؟ طبعاً این گفتی شما رو مرحب نمی کنم. بعضی وقت خانوم ها هم خشونت ها رو بار میارن که بخصوص در فامیل ها ما قسمی که می بینیم و ما الحمدلله یک زن مسلمان هستیم باید که با مشکلات و سختی های روزگار سازگاری داشته باشیم و بسازیم خود حیات بکنیم. مگر بدبختان قسم حال قضایی که به ما مراجعه می کنن آنقدر به حوصله مندی خانم ها نشان میده که با هندل کردن گپ کردن پدر شوهرشون یا مادر شوهرشون آنها را میده نفتا بیدون از این که اینها تصمیم بگیرن که بالاخره تفل دارن زندگی میخوان که فسق نانجادی ها یا فسق نکار اینا باید صورت بگیرن. همیش که در ریاست مراجعه میکنن اینها را من قسم برایشان میدم در دلائل برایشان میدم که بالاخره امین خشونت ها در هسته حتما میده و پس دوباره اینا با فامیلهاشان پیوند زده میشن و از تمام خانم های حقوان یعنی خواهیش هم همین است که بالاخره اینا متوجه شدن که اینا یک زن حقوان هستن میتونن با بسیار نابرابری ها بسازن. نباید با بیا سلامندی اینا مراجعه میکنن که بیا ما طلاق میگیرم و یا ای که دیگر ما میخواهیم زندگی ما هدانه بتون ما به خانه همین روان کنیم. دلیل که ما برایشان میگم خواهر جان مکان همینطور از آغوش گرم فامیل کرده هیچ جای مکان همین برای یک خانم شده نمیدونه. شما حوصله کنید و بگذارید که جمهور مقابل بفهمونه تا ای که امی خشونت ها از بین برونه امی مشکلاتی که شما دارید باید تحقیق کمکی که هست بزرگان فامیل بگیرید اگر حل بسازید. نباید به این اندازه یک زن اقوان به حوصله و دفتا تصمیم گرمیده باشه در مقابل سختی های روزگار. خیلی خوب خانم حدید، شما یاد از خانه های امن کردین و در هر ولایتی که خانه امن است دیدگاه مردم نظر به او تفاوت های خودش داره. گاه اوقات میتونه دیدگاه منفی نسبت به خانه امن باشه. حالا در بلخ و در مناطق شمال افغانستان دیدگاه مردم نسبت به خانه امن چگونه هست؟ قسمی که شما گفتین اعتبار مردم خانوهای هم نه به چشم حقارت میدن و به گفته شما به بعض گفتنهای منفی دارن این ما بطن اطمینان میتونم که از طریق تلویزیون که کل مردم بشنوه. بار بار هفته چند باری که خودم از خانوهای هم دیدن میکنم تو فکر کنم که اما قسمی که یک دختر و دختر خانم در خانه و در هم میباشه با اون شکل در اونجا نگهداری بشه هیچ مشکلی در خانه های همین مفیدن نداریم. بخصوص در ولایت بلخ هیچ مشکلی نیست، از نگاه امنیتی فوق العاده اونا تحت کنترل هستن و هیچ کسی اجازه نداره حق نداره که داخل خانه همین چه یا ملاقات با فامیل خود از طبقه مدها داشته باشن. من رو به اطمینان به شما میگم که خانه های امن مزار قسمی که خانهش هم نیست واقعا هم نیست. خب برنامه های شما بر عنوان که در خانه امن زندگی میکنن چی ها است؟ به خاطر ای که بیکار نمانند و کارهایی را داشته باشند و از فعالیت خود باز نمانند و آینده عنوان که در خانه امن میباشه چگونه پیش بینی میکنین؟ شما در چه مدت یک بانو میتونه به خانه امن پناه ببره؟ و قسمی که شما سوال کردین زمینی کاری در خانه های همین در خانه ها مهیا شده. شما میتونید که این بحث ها رو مردم برسن چنان نیست که تمام خانه هایی که در خانه های هم هستن در اونجا بیکار میشستن، برای اونا تعییدات دینی دادن میشه که مراسلات براشان تعیین شده. کارهای الفلی میکنن که قبلا در خانه میکردن اونا همون کارهای الفلی خود میکنن و از طریق یعنی کارمنده ریاست همین باز اینا به بازار حرزه میشه دوباره پولشون براشان داده میشه. یعنی خانم هایی که در خانه های هم هستن هزار
کارهایی که در خانه میکردن به اونا هیچ مشکلی نیست، زمینی کار باشن در خانه های هم وجود داره و مدت بیشتر هست. ما گفتن میکنیم که یک کسی که مریض به خطر باشه انشاءالله تا زمان یک سال شش ماه مسئلهش حل میشه، اونا تصمیم فامیلشان میگیره یا سرنوشتشان معلوم میشه که کسی رو منع کنیم که دارید در خانه همین باشه و یا خانه های همین برای همیش خانمها را بپذیره. خیلی خوب، نهادهایی که در عرصه حقوق زن در بلخ فعالیت میکنند چگونه هستند و چه تعداد نهادهایی وجود دارند و فعالیت هایشان شما چگونه بررسی کردین تا حال؟ باید از این طریق تلویزیون شما یا تشکری هدیمی نهادهای همکاری که در راستای خانمها کار میکنه باید تشکری بکنم که همین زمینه کاریابی و زمینه همین مصارفی که در خانه های هم هست و همچنان سمینارها و ورکشاپ هایی که در راستای خانمها داره میشه، چی در سطح شهر چی در سطح ولسوالی ها، تمام همین دفاتر همکار هست که تلویزیون میباشه و زمینه همین رو برای ریاست میسازه که ما تا بتانیم که آگاهی مردم و همچنان کمپاین هایی که در راستای شهر ولسوالی ها میشه این سب همکاری این دفاتر همکار میباشه که یاد زیاد دفاتر با ریاست های با وزارت امور زنان و ریاست های امور زنان در ولایت همکار میباشن. البته در راستای از بین بردن مخصوص در راستای از بین بردن خشونت ها و خودکفایی خانم ها. خیلی خوب، چقدر زنان بلخ تانستن جرأت بکنند که فعالیت های خود را آغاز بکنند در راستای محو خشونت علیه زنان دیگری که در ولایتشان وجود دارد؟ تعداد زیاد خانم ها هست که در راستای از بین بردن یا از بین بردن که باز هم بردن تکرار میگم، چون خصلتا در وجود انسان ها خشونت وجود داره فکر نکنم از بین بردنش از بین بردنش ایک صورت ما میکنیم. لاحقا ما همه قرار کار کرده بکنیم که آمار خشونت ها رو کاهش بدیم. از بین بردنش این خشونت در تمام دنیا وجود داره، تنها در افغانستان نیست، به نحوی هست خشونت ها انواع مختلف داره که در دامنگیر تمام جهان است و ما میتونیم بگویم که خانم های زن در این راستا کار میکنن و در چی در شهر و چی در ولسوالی ها. الحمدلله ما فعلا به خاطر کمپاین های خشونت و آگاهی خشونت ها در بلخ هیچ مشکلی نداریم. در هر ولسوالی که خواستیم همان روز توانستیم که برنامه خود تطبیق کنیم و در سطح شهر همچنین. خب، آیا شما این را تایید میکنید که آمار خشونت ها در بلخ افزایش پیدا کرده یا ای که تنها فکر میکنید پیگیری خشونت ها باعث شده که آمار را درشتر و بلندتر نشان بتن؟ بازی مدت هم تکرار میگیم فقط رسیدگی به خشونت ها همی که آن فیلان حسان مردم روشن شده، آنها به ما اعتماری به خشونت قرار میگیرن خود را به یک مرجع بازپرس تسلیم میکنن و این همین دلیل است که آمار خشونت ها بلند رفته. یعنی خشونت در اثار قبل هم وجود داشته، این که پیگیری نمیشه و به این را پس به رسیدگی کرده نمیتونسته در خطان نمونده و کسی خبر نمیشه. حالا که نظر به امریکا فکر فعالیت وزارت امور زنان و ریاست ها و کمیسیون مستقل حقوق بشر توانسته که همه خشونت ها را ثبت و راجستر بکنه. همه که خشونت ها ثبت میشه بیشتر تمام که آمارش بلند میره. خب، پس شما باورمند هستین که خشونت ها در بلخ کاهش هم یافته، بر علاوه ای که در گزارش ها آمار درشتر به نظر میرسه. اگر کاهش یافته دلیلش در چی میبینین و چی باعث شده که خشونت ها کاهش پیدا بکنه و آیا امیدواری وجود داره از اینکه خشونت ها در سال آینده ای که پیش رو داریم بتانه کمتر از حال شوه؟ خدا می روید ما الحمدلله مسلمان هستیم، امید همین رو داریم که روز برسه که آقای خشونت های ما به صفر برسه. ما هم بلی دلیل واسه کار بیشتری که میکنیم بلی ارتباط هسته که روز برسه که پیام خوش داشته باشیم که آمار خشونت های ما کم شده ولا 30%شان که اگر 10% بوده 5% برسه. بلی دلیل کار فعالیت وزارت زنان و ریاست ها میشه و عبور خدا میرمون است که همین نمیده بر تمام خانم ها میتون که عبورزی که از خانم مردم روشن شود
فکر کنم که مورد خشونت ها قرار نمی گیرن و یک کار فقر و تنگدستی از افغانستان اگر جمع می شه و زمین کاریابی در مردم شروع می شه انشاءالله خود خشونت ها کمتر می شه. خیلی خوب، به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه میخوایم بپرسم که همیشه یکی از موارد خوبه که بتانه خشونت را در افغانستان کم بسازه به نظر وزارت زنای افغانستان هماهنگی با ملا امامان بوده که تاثیرات زیاد را در جامعه سنتی افغانستان بالای مردم دارند. حالا هماهنگی شما با ملا امامان که در بلخ هستند و در مناطق شمال هستند چگونه بود و چقدر توانستین در برنامه هایتان از اونها استفاده بکنین؟ تشکر از سوال شما. قسمی که شما سوال کردید، ما که اصول نحوه خشونت و ماهیت در ریاست حقوق زنان هر ماه برگزار میکنیم که به تعداد 20 نفر اعضای دولتی و غیر دولتی دارد که خوشبختانه در این ماه از ریاست حج اوقاف هر بار نماینده بسیار باصلاحیت از اونا تشریف میارن که فلسفههایی که در کمیسیون میشه اونا انتقال میکن و واقعا گفته میتونیم یگانه کسی که گفتههایشان بیشتر بالای مردم تاثیر گذار است، چون ما فرض به خدا مسلمان هستیم و جامعه اسلامی زندگی میکنیم، گفته های علمای دین است که بالای مردم بیشتر تاثیر گذار میباشد. فوق العاده امر ما همکار هستند ریاست حج اوقاف و در برنامه های تبلیغاتیشان همیشه در منازل مساجد زن را حضرتگاه اسلام معرفی میکنند. ببینیم که بعد از این فقط توجه بیشتر به علما را میخواهیم که همه زن حضرتگاه اسلام بر مردم معرفی کنند که به زن چی حق و حقوق داره. فکر کنم یگانه تاثیر بیشتری که دارد همه علمای دین هستند. خیلی خوب، تشکر بسیار زیاد خانم عدید از اینکه در برنامه با ما همراه شدین و از وضعیت زنان در بلخ و شمال افغانستان فهمیدیم. با امید روزی که هیچ خشونت شاهد نشیم. تشکر شما. بیننده عزیز، از شما هم تشکری میکنم از اینکه بحث خشونت و افزایش خشونت علیه زنان در شمال و همچنان در افغانستان را دنبال کردین. پس از میان برنامه در ادامه برنامه آغاز روز باشین.